در ادامه کار پیوند تاجی مخصوصا روی گردو که دیگه حدود 2 هفته دیگه زمان هست برای انجام این پیوندها که در حال حاضر و در 20 اردیبهشت ما میشه به صورت ببرو بزن انجام بدیم و برای کنترل شیرابه هم مثل همیشه یک خط یکی دو تا خط پای توقه میزنیم و یا همین شاخهای جانبی که بریده میشه خودش به عنوان شیر تخلیه عمل میکنه. روال هم همون روال همیشه که ابتدا دور پیوندک ها رو ما یک نایلون جداگانه میبندیم قطعش میکنیم و بعد مجدد یک نایلون با استفاده از قیم ها و با کمک چوب های خود تاج یک گلدونی موقتی برای مدت 1-2 ماه درست میکنیم و با رول ها دورش رو میپیچیم که بتونه مدت 50-60 روز خاک را که به عنوان یک عایق رطوبتی و حرارتی هست دور قلمه ها برای ما نگه داره تا این قلمه در یک شرایط یکسان بدون تنش باشه تا کالوس بندی انجام و بعد که رشد کرد و تغذیه را از درخت پایه شروع کرد خاک تخلیه و پیوندها به رشد خودشون ادامه میدن که مراحل قیم بندی و باز کردن و قبلا گذاشتن مجدد هم در موردش فعل میذاریم. ببینید این اولین بستن دور قلمه ها و بعد قیم گذاری قیم های موقت و سپس با نایلونی که با عرض حالا 15-20 سانت 10 سانت 15 سانت هست ما میتونیم یک همچین گلدونی بسازیم. البته گلدون های آماده هم هست منتها چون قطرها اکثرا با قطر تنه ها ناسازگارن این روش به نظرم میاد که اون گلدونی خاک همون قاعده قطر تنه در بیاد به این شکل و یه مقدار خاک حالا از قسمتی از باغ که کمتر دستکاری شده یا در معرض کود و شیمیایی نبوده استفاده میکنیم و اون گلدونی رو پر میکنیم. حالا خاک یکم رطوبت هم داشته باشه که عالی و پیوند رو انجام میدیم. خدمتتون بگم چیز خاصی که حالا توی پیوند باشه و جدید باشه رو این شاخهای پرستارش رو که خود جناب باغدار اومده و خواسته یه حرکتی بزنه برای همین اول اومده شاخهای پرستار رو بریده خودش آزمایش ها رو انجام داده و بعد حالا که ما اومدیم دیگه شاخه پرستاری که در دسترس باشه نبوده یا اغلب بریده شده و دیگه شاخه خب نیست بالاتر که بذاریم بمونه. در هر صورت سعی میکنیم اون تعدادی که شاخه رو دارن هنوز رو براش نگه داریم و اون تعدادی هم که قبلا بریده شده دیگه شاخه پرستار نداره و اینجا یه 30-40 روز درخت بدون تاج هست که انشالله موقعی که پیوندک ها سبز بشن خود پیوندک ها میشه به عنوان تاج جدید و غذاسازی رو برای درخت انجام میده. دیگه از ریزکاری های قیم گذاری هم که قبلا گذاشتیم و نحوه ساختن گلدان دور قلمه ها هم توی قطرهای مختلف به این حالته، چند تا تیکه چوب از خود تاج انتخاب و حدود 40 سانت تا 0.5 متر اینا رو برش میزنیم و یه نایلون دورش میپیچیم. حالا این نایلون میتونه همون رول باشه یا نایلون های دیگه. این هم از نمونه های چاقوهای جدیدی که آقا محمد زده آهنگرمون و نسبتا خوش دسترن و مناسبتر هستن.